دامنه قیام کشاورزان و مردم اصفهان به نمایش جمعه رژیم در این شهر نیز کشیده شد و نماینده خامنه ای را به لرزه انداخت. کشاورزانی که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به کرات با خیل پاسداران دست و پنجه نرم کرده بودند، روز جمعه 11 اسفند با پلاکاردهای خود به محل نمایش جمعه رفتند و با فریادهای ریاکار ریاکار نمایش دین فروشی و دجالگری او را برهم زدند. آنها خواستهایشان مبنی بر پایان چپاولگری از طریق دزدیدن آب زاینده رود را بر پلاکاردهایشان نیز نوشته بودند. ماموران وحشی انتظامی حاضر در محل نمایش جمعه به کشاورزان محروم حمله برده و شماری از آنان را دستگیر کردند. بر اساس اخبار رسیده، جمع دیگری از کشاورزان با اتوبوس راهی تهران شدند تا در مقابل بیت العنکبوت خامنه‌ای دست به تجمع اعتراضی بزنند. گروه‌هایی از کشاورزان نیز فراخوان به تجمع در برابر استانداری اصفهان دادند. این در حالی است که شمار زیادی از مجروحان قیام همچنان در بیمارستان‌های اصفهان بستری هستند. گزارش‌ها از دستگیری ده‌ها تن از مردم منطقه خراسان نیز حکایت دارد. رژیم آخوندی که در وحشت از استمرار قیام کشاورزان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اقدام به قطع موبایل‌ها کرده بود، تلاش کرد تا در ساعاتی از روزهای بعد هم همین اقدامات را تکرار کند. با این همه فیلم‌ها و خبرها منتشر شد و آخوندها را به وحشت انداخت. امام جمعه جنایتکار یزد به تبادل هزاران پیامک برای همبستگی با مردم اصفهان و شرکت در تحصن و اعتراضات کشاورزان اعتراف و ابراز وحشت کرد. روز جمعه 11 اسفند همچنین علاوه بر کشاورزان مناطق خراسان و ورزنه، گروه‌های زیادی از کشاورزان منطقه زیار و برکان هم دست به تجمع اعتراضی زدند. این کشاورزان علیه یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران که آشغال‌ها و پسمانده‌های صنعتی خود را به زمین‌های کشاورزی سر و زیر می‌کنند، دست به تظاهرات و اعتراض زدند. این کشاورزان در برابر بخشداری منطقه تجمع کرده و علیه سپاه و سرکردگان حکومتی شعار دادند. در این هنگام ماموران وحشی گارد ویژه به آنها حمله کرده و شماری را دستگیر کردند. به گفته یکی از کشاورزان منطقه لنجان اصفهان، آنان نیز با کشاورزان قیام کننده اعلام همبستگی کرده و می‌خواهند در تظاهرات روزهای آینده با آنان همراهی کنند.